خانم فاطمه هاشمی از غور. اگر یک زن به صورت آنلاین در فضای مجازی کار کند و صدایش را همه مردم بشنود، حکمش چیست؟ نفس شنیدن صدای زن حرام نیست، اما اگر این صدای زن به قسمی هست که موجب تحریک و تهییج شهوت مردان و نامحرمان میشه، در این صورت ای فرق نمیکنه که در فضای مجازی ای صدایشان باشه یا که نه در فضای حقیقی هست، حرام هست. در فرض که اگر سبب تحریک مردان نامحرم نشوه، ای اشکال نداره به صورت مجازی هم باشه. مگر این که ای مثلا شعر میخوانه یا که به اصطلاح آواز میخوانه که او به عنوان که ای غنا هست یا به عنوان که ای آواز خانی گفته میشه، حرام هست. و نفس اینه که ای صدای زن باشه، در صورت که سبب تحریک شهوت نشوه، حرام نیست. خانم زهرا از بامیان، اگر خانمی در ماه رجب یا شعبان روزه بگیرد بعد در نزدیکی اذان مغرب مریض ماهوار شود، حکمش چیست؟ سوال دوم، اگر خانم ها نمازشان را در خانه که کسی نباشد بلند بخواند، اشکال دارد؟ پاک بودن زن از خون عادت ماهوار و خون نفاس هم در صحیح واقع شدن روزه های واجب شرط و هم در صحیح واقع شدن روزه های مستحبی مثل روزه ماه شعبان و یا روزه ماه مبارک رجب. و اگر انسان در یک قسمت از روز، در یک ساعت، در نیم ساعت هم اگر خون عادت ماهوار ببینه، بله روزه هایش باطله و این روزه ها صحیح واقع نمیشه. جواب سوال دوم شما اینه که خانم ها می توانند نماز صبح، نماز مغرب و نماز عشا را در صورتی که نامحرم نباشه و یا صدایشان را اگر نامحرم میشنوه مثلا موجب تلزوز نشوه، بله می توانه که نماز خودشان را بلند بخونه. یعنی مختار، مخیر هستن. دلشان میخواه بلند بخونه، دلشان میخواه آهسته بخونه. بلند خواندن واجب نیست که حتما بلند بخونه، که اگر آهسته خوان نمازش باطل شوه. او فقط بر مردان لازمه که نماز صبح، نماز مغرب و نماز عشا را فقط هم حمد و سوره را واجبه که بلند بخونه، اما بر زنها نه، واجب نیست، مخیر هست. زکریا از کابل، اخیراً امتحانات زبان انگلیسی مثل تافل را می شود انسان به جای کسی دیگر امتحان دهد و در قبال نمره خوب از او پول بگیرد. آیا گرفتن آن پول جایز است یا خیر؟ در امتحانات، امتحان دادن یک شخص به جای شخص دیگر خودشان تقلب هست و تقلبی در امتحانات به نظر حضرت آیت الله عظمای سیستانی حفظه الله اشکال دارد. خانم محدثه از غور، آیا سراخ کردن گوش برای خانم ها بیشتر از دو یا سه مرتبه اشکال دارد؟ سراخ کردن گوش ها نه کدام مشکل نداره، مگر اینه که حالا کدام ضرر کلی وارد شوه. اگر کدام ضرر وارد شوه که معمولا هم ضرر وارد نمیشه، کدام اشکال شرعی نداره. میتونه که خانم حالا دو تا گوشواره به گوش بکنه، دو سراخ بکنه گوش را، یا سه تا یا یک تا، او به اختیار خودش است. دختر خانمی میپرسد، من از کوچکی به استمنا و خود ارضایی رو آوردم، اکنون خیلی کوشش میکنم که آن را ترک کنم اما نمیتوانم، حتی در ماه رمضان نیز این عمل را مرتکب شدم، لطفاً مرا راهنمایی کنید تا از این مصیبت نجات یابم. راه های ترک استمنا یه هست که در قدم اول شما باید یک تصمیم و اراده قوی داشته باشید در ترک این عادت، تا انسان در مقابل کارهایی که عادت برای انسان شده اراده قوی نداشته باشه و تصمیم جدی نداشته باشه، ترک کردن او برای انسان آسان نیست، مشکله. شما در قدم اول باید اراده قوی پیدا کنید، تصمیم جدی بگیرید بر ترک نمودن این عادت خانمانسوز. در قدم ثانی برای که برای شما آسان شود ترک نمودن و رهایی از این عادت،
شما باید آثار پیامدهای دینی و پیامدهای دنیایی و اخروی عمل را شما مد نظر بگیرید و آشنا شوید که این چی عقاب داره و چی پیامدی نسبت به صحت و بدن شما داره. از لحاظ دینی خب استمناء یکی از گناهان کبیره هست و عقاب سخت در پی داره. خب وقتی انسان او عقاب اخرویشان را مد نظر بگیره، خب انسان مؤمن تصمیم میگیره که دیگه یک همچو کار حرام را مرتکب نشود. و از لحاظ طبی امروزه وقتی که بررسی کرده و تجربه هم کسانی که به یه عادت گرفتار شده بوده تجربه کرده، تجربه هم ایره نشان داده که از لحاظ صحی هم به بدن مضر هست، هم انسان را ضعیف می سازه، هم اختلالات فکری روانی بر انسان پیش می آیه. از نفس همین سوالی خواهر محترم هم فهمیده میشه که برای ای هم یک همچون مشکلی روانی پیدا کرده و فعلا به شر ای در مونده که چگونه از ای خود نجات بده. انسان وقتی که این پیامدهایشان را مد نظر میگیره و زمان میتوانه که یک مقدار ارادهشان قوی شود، تصمیمشان جدی شود در ترک یک همچو عمل. حسن از بامیان: آیا شخص جنوب میتواند کدام حیوان حلال گوشت را ذبح کند؟ و سوال دوم: اگر کسی در دست یا دیگر اعضای بدن خود تتو یا نقاشی کند، حکمش چیست؟ آیا به نماز او ضرر نمی رساند؟ در جواب سوال اول عرض کنم، انسان جنوب می تواند حیوان را ذبح بکنه به شرطی که سایر شرایط ذبح فراهم باشه. مثلا در موقع ذبح حیوان رو به قبله باشه، یک کسی که حیوان را ذبح میکنه مسلمان باشه، در موقع ذبح کردن نام خدا را ببره بر زبان جاری بکنه، مثلا الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم نام خدا را ببره. خب از سایر شرایط اگر واقعا میتونه به صورت صحیح ذبح بکنه، جنوب بودنش اشکال وارد نمونه، میتونه حیوان را ذبح بکنه و خوردن اون گوشت حلاله و ذبحه او حلال. جواب سوال دوم شما اینه که تتو یا نقاشی کردن فی حد نفسه جایزه، اشکال نداره، اگر زیر پوست باشه در وضو و غسل هم ضرر وارد نمی کنه، یعنی مانع رسیدن آب نمیشه، وضو انسان هم صحیح واقع میشه و غسل انسان هم صحیح واقع میشه. ولی اگر صورت یک حیوان را انسان در بدن خود نقاشی کرده باشه، خب ممکنه اگر این پوشیده نشه و در نماز کراهت پیدا بکنه. اما اگر این تتو روی پوست مانع از رسیدن آب به حساب میآید و در موقع غسل و در موقع وضو باید برطرف شه.